سخی جان آماده هستی؟ بله مطمئن باشم آماده هستی؟ بله مطمئن. چند فیصد؟ 1%. خب بچه 1% کم است. چند فیصد؟ 100%ش بکو. 100%. مطمئن هستی؟ بله. شروع بخیر؟ شروع. سلام هموطنهای نازنینم، هموطنهای گلم، امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشین و همچنان لباس عافیت بر تن داشته باشین. عزیزای ما که همیشه بیننده یوتیوب چینل اجملکی است، در این شرایط خیلی دشوار افغانستان، در این شرایط که شما همیشه از طریق یوتیوب ها چیزهایی را که نباید تماشا بکنین مجبورن تماشا میکنین، به خاطر خدای یار جان یوتیوب ها دیگه میفهمن فقط پشت چی را گرفتن و به خاطر چی ویو میگیرن و چی را میخواین به تصویر بکشن. ما خیلی گپا دارم در این رابطه، یار زنده و صحبت باقی، خیر باشه انشالله که امو وقتش خاطر رسید که روی موضوعاتم خیلی گپا دارم که یوتیوبرا در این شب رو دنبال به تصویر کشیدن چی است. متاسفانه متاسفانه. خورم سخی جان خوب است انشالله؟ بله. السلام علیکم. السلام علیکم. خوب هستین؟ صحت خوب. جان تان جور بخیر هستین؟ صحت خوب. تکیا بکن. خوب هستی خورم سخی جان؟ شکر فضل خدا عجیسایی. صحتمند هستی؟ شکر. چی حال چی احوال؟ گل و گلزار. گل و گلزار از دنیا؟ بله. بخیر است انشالله. عزیزانی برنامه ما مختص کومنت های شما است. ما و غلام سخی نشستیم تا به بعضی از کومنت های وطنداره ما جواب بدیم. کومنت های منفی و مثبت است. میخواییم در تمامش ما جوابگو بودیم و همیشه جوابگو خواهد بودم. غلام سخی جان خوب هستی؟ آه فضل خدا. گفتم باش که ما و خودت خود دمی کت قلفی هستیم. صحیح؟ تنها هستیم. گرچه خدا امرای ما است. و در پولی ازی که ما و خودت هستیم وطندارای ما همراه ماست. کمی چی میگه دیگه چی کنیم دیگه با وطندارای میگن و توی برنامه جور نکنیم که گذاری ما و تو میشه میشه گذاری ما؟ نه راست نه دقیق دقیق میگم نه؟ خب حیگان کومنت ها را بخوریم ما و خودت کومنت ها ورقم نیفتم پشت دیویدی یک ما کومنت ها را دوست عزیز یادداشت کردیم. خب شروع بکنیم بخیر باشه چرا خمو تو قصه کنیم باز شروع میکنیم. توکل به خدا دروز دنیاست. بله چی گفتی؟ خوش خواه هستی؟ خوش هستم. بله دق نمیاری امرای ما دیگه؟ نه دق نمیارم. مطمئن هستی؟ بله. چند فیصد؟ 1%. خود باز 1%ش کردی او آدم. خب چی میگفتم؟ خب بیره فیصدیش بالا ببر. صحیح. چند فیصد؟ 1%. نه زیادش کو. 2%. نه دگام زیادش کو. 3%. 100% بگو. 100%. 100% مطمئن هستی؟ خب عزیزا دوستایی که مرا دوست دارن، دوستایی که غلام سخی را دوست دارن، ما و غلام سخی در خدمت شما عزیزای ما قرار داریم. عزیزا یک دوست ما کومنت کرده باش کالی خط خود خونده نمیتونم. یک دوست ما کومنت کرده گفته چرا در خانه نشستی؟ گفته چرا در خانه نشستی؟ یک روز آدم زندگی کنه مثل شیر واره زندگی کنه. عزیزا وطن دارای کلم، شما از شرایط دشوار افغانستان خبر دارین. ما نمیخوایم که مثلا ما خواهیم بانوان یک مدل که آمده ایم از طریق یوتیوب، بعضی از برنامه های تفریح و بعضی از برنامه داریم، برنامه های کمک رسانی اینا بود، برنامه های مدلینگ بود. نمیتونیم که ما فعلا مثل یوتیوبرهای دیگه باری بریم چیزهایی که نباید را روی تصویر بکشیم را روی تصویر بکشیم. ما از او جمع نیستم. ما به عنوان مدل کار میکرد در افغانستان و به عنوان مدل امو فرایز خود به جا میکردم دیگه. نیاز نیست که ما و غلام سخی به بیرو بریم و شرایط برای ما سخت است، شرایط برای ما دشوار است و ما نمیتونیم. یکی خلاص ما نمیتونیم. بعد میگم کلام سخی؟ نه راست میگی. ما نمیتونیم. ما مجبور ما مقدر کرده میتونیم که برای فعلا به خاطر سکیوریتی و خاطر امنیت ما و کلام سخی خود سیف نگاه بکنیم و در کوتاه قلفی یک گوشه افغانستان بشینیم و تا یک راه بیرون رفت برای ما پیدا شوه، تا اینکه بتونیم بخیر پس دوباره، یعنی یک راه پیدا کنیم چگونه ما بتونیم پس دوباره به اون فعالیت هایی که به خاطر احیای فرهنگ افغانستان بود کار بکنیم. بعد میگم غلام سخی جان؟ نه دقیقاً. اگه بعد میگم خب بگو نه اجمل بعد میگی. نه راست میگی. راست میگی نه؟ خب کامنت دوم گفتن اجمل جان من خیلی متاسف هستم، خودت بیشتر از 10 سال در افغانستان زحمت کشیدی و زحمات خودت حیف شد و بعد رفت. در پولی زحمات من
دستاویزای زیاد از افغانستان، از جوانا، از زنا از بین رفته. بدبخت دارم براتون بگویم. انشالله که خداوند خیلی بزرگ مهربان است. همیشه در دروازه مهربانی خداوند بروی ما باز است. انشالله که برای بیرون رفت حتما به خاطر این معضلاتی که رخ داده انشالله که پیدا نشه. شوه بله. چرا تو میگی نشه؟ باید مزاق کردم. خب اگر نگان مزاق کو که دوستا دک نبیارم، مقصد به خاطر بیرون رفت از این معضله که همگی درگیرش است، فکرها مخشوش است، ترک افغانستان است، افغانستان مثلا در حالت نسبتا بورونی قرار داره، دیگه خداوند دیگه مردم ما را آرام داشته باشه. متاس نی؟ قربان سرت شام. خب کامنت سیوم، یک دوست ما گفته اجمل جان تشکر از این که در این شرایط هم کنار غلام سخی جان هستی. ما و غلام سخی جان وعده میتیم که در شرایط های مختلف، در شرایط های خیلی دشوار کنار هم بودیم و در کنار هم خواد بودیم. ما غلام سخی را و غلام سخی مرا رها نکنه. انشالله که کنار هم خواد بودیم و کارای ما را پیش بردیم. یک دوست دیگه ما کمند مانده، از خوب برنامه، از خوب کاره یافتی برنامه، از طریق برنامه باسه میخوایی پول پیدا بکنی. طبیعی است، هم ثواب هم خورما. اگر شما تعداد اندکی میگن که مثلا از طریق برنامه های غلام سخی تانیستی بسیار ویو رو بگیری، طبیعی است که یک مثلا خیلی از برنامه های مزخرف هم ویو کلان میکننی، ولی از من فیدبک های برنامه، من فیدبک های خوب داشتم، من تانیستیم که بهترین ویو رو در قسمت برنامه های غلام سخی بگیریم. این خب برای من جای افتخار است. ای های از به خاطرش چندین تن شماست این وطن و وطندارای ما در وضعیت خیلی خراب قرار داره. این فکر ذهن گندی تعدادی است که ما در این بنبست خیلی دشوار و خراب قرار داره. خداوند یار جانتان. خود امین نفرایی که از خاطرش می افغانستان ما اینی قسم شد، غلام سخی تو برای از چی گفته این داری که نکنه نمی کارا را؟ آو کارا را نکنن، درس بخونن، تعلیم بکشن، تربیت داشته باشن. نه خیناله، بعضیشون تعلیم هم داره غلام سخی جان، ولی بعضیشون تعلیم هم داره ولی اما درک و ذهنیت ازیره نداره. برای از وا باز چی گفتنی داری؟ باز برای از وا یک آینده ساز، یک مجدد، یک سلام خاص بر وطندارای عزیز، بر دوستدارا، بر کل چیزی. خوب است، نه ایرخ مفهمیدم، خدا خیر بده. اون بعضی از دوستایی که سواد کافیم داره، درس هم خوانده، تعلیم هم کرده، ولی فکر و ذهن باز نداره، بالاخره میخوای تخریب بکنن. برای از اون کنم در شفاخانه رو پیشنهاد نمی کنی؟ یک شفاخانه بستر میگم بکنیمش، بیا که مورد ببریم باورد شفاخانه بکن، شانه جمع کنیم یک بسترش کنیم در شفاخانه. نه نخشا زیاد است. رقم است. بله اینال گفتم یک دانه سگرت میزدم به اجازه تان. ما چی میگیم تو میگیم از گپای غلام سخی جان برداشت کردی، میگه نظریات رقم است. راست میگه، رقم است. ما خوبش میگیریم و خرابش میمونیم. خب کامنت سوم گفته اجمل جان چرا به سلمانی نمیری؟ ما در ویدیوهای قبلم به نظرم که ذکر کردیم این گپا گفتیم، همین ذهن کارام نبود، فکر کارام نبود، دل خوشی که به خاطر یک کار نداشتی، نه ایروز جور کردن نیاز است، نه موی جور کردن نیاز است، نه لباس خوب پوشیدن نیاز است. بالاخره شما درک کنین که ما در وضعیت بحرانی قرار داریم. یعنی باز هم من گفتم شاید تکرار شوه برای دوستا، یک پرنده که همیشه بالایش در پرواز است، او را در قفس قید کردن بالاخره دشواری زیادی را به وجود میاره. امیدوار هستم دوستای ما درک بکنن. صحیح؟ اگر درک نکردن باز
ایچاماتا خیر ببینی. خب یک دوست دیگه ما کومنت کرده گفته اجمل جان، آسنا جان کجا هست؟ وطندارا، من از آسنا جان اما قدر خبر دارم که در خانه خود است، از کوکویونس هم خبر دارم در خانه خود است، از غلام سخی جان خبر دارم، اصلا بیخی تیت بر تیت هستم، هیچ گپ معلوم نیستم. یک دوست دیگه ما گفته اجمل جان از کوک آیا اجمل جان آیا از کوکویونس خبر داری؟ کوکویونس در چی حالت است؟ برای ما خوشبختانه که در طول چند روز کاکیونس زنگ میزنه که باید ببینیم. من موفق نمیشیم به دیدنش، ما کوشش میکنیم که بخیر موفق شوم. ما و غلام سخی جان یک بار بریم به دیدن کی؟ به دیدن کاکیونس. به دیدن کاکیونس. کاکیونس خب خبر داری که ما میمانش بودیم یک شب، یک روز، یک چاشت. بله. ما و همه ما تیم که میمانش بودیم. بله. دوستا خواهش کردن یک بار باید به دیدن از او بری. درست. بریم نه؟ بریم. چاش بریم شاو. شاو. شاو بله. شاو خطرناک از بچش. بیا میره چاشت میریم. صحیح؟ دلتان. خب میر چاشت میریم. درست؟ چاشت میریم. صحیح. صحیح. بکوش میکنم بخیر که یکی از روزا بخیر برم یک کاکیونس با ما چی کاری داره. یک برنامه یک ویدیوی از کاکیونس داشته باشم. چون بازم تکرار میکنم که ما آنچنانی قادر به رفت و برگشت از یک مکان به مکان دیگه نیستیم، احتیاط میکنیم. ما زمان که به بازار میرم، امی بازار کابل، بازار افغانستان، کارتی 4، کارتی 3، پل سرخ، اینا یک رنگ دیگه به خود گرفته، یک رنگ خواری به خود گرفته، رنگ خواری به خود گرفته که بسیار جای افسوس از جایی در مکانایی که ما چکر میزدیم، جایی که ما کار میکردیم، مدلینگ میکردیم، میتینگ میکردیم. بالاخره خب یک سه موضوعات هست که من انشاءالله که باز روی وقتش آمده، انشاءالله که روی از او موضوعات صحبت خواهد کردیم. خب به نظرم کومنت ها هم خیلی بس است، بر دوستا خسته کن دمام شد. ما و غلام سخی کمی دیگه هم قصه میکنیم، بعد باز ما کارای خیلی پیش بیاریم. خب غلام سخی جان قصه بکن که نظر بابد و بر وطن داره. گفتم یک کم ذره او خوبه تی او میتیم اطلاع هایم چرانی او خی باش این همه یخ هست، این یخ آوردیم و جامک این الهاش او امی دیگه کم نظره او انداختیم، ایچ شو در داخل جک مندازیمش، این داخل جک سیست او داره کمی سر چاو بوده گلا ساو برد میتیم سیست. گفتم کمی قصه بکنم همراه دوستا چطور از روز روزگار خسته کن چطور میگذره؟ خوب میگذره به نظریت ما. خوب نگذره؟ بله. با ما که باشی کجا دق میاری اون ناجوان؟ من چقدر تو را دوز دارم؟ من تو شو چقدر دوز دارم؟ چقدر مرد؟ من تو مرد زیاد دوز داری یا من تو را زیاد دوز دارم؟ من تو را یه خروار دوز دارم. او لا 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 من تو را دو خروار دوز دارم. درست. من تو را دو خروار چی دارم؟ دوز دارم. دوز داری یا بسیار دوست دارم دیگه. نام خدا لباسک های تو پاک منظم، آردوی ما تو پاک منظم کنار هم هستیم. این روزهای خراب و دشوار انشاءالله که به شکل درستش بخیر سپری خواد کردیم. روزی رسان خداوند است. کیست روزی رسان؟ خداوند. ما او تو گشنه نمیمانیم. صحیح؟ ما او تو از گشنگی نمیماریم. خدا بزرگ از او طرف و از او طرف برای ما او تو پیدا میشه که یک لقمه نان بخوریم. بله. هیچ که نشد یک دونه یک نان خشک هم بگیریم، یعنی جک هاو ما را که گرفتیم به خیلی گلاس های ما هم مندازیم نان هاو میخوریم. گفتم میخوریم یا نان هاو یا نه؟ گفتم هم یک دانه سگرت نمیتی؟ سگرت برات باز میتم. هم یک دانه میتم. حالا خواهم در ویدو هم رای دوستا هستیم. صحیح؟ بله. دوستای عزیز بعضی موضوعات است که در مقابل غلام سخی نمیتونیم یاد بکنیم. بعضا غلام سخی رجوع به این میکنه که سگرت بگیره. حتی حقیقتا برای شما بگوییم که ما در روز یک دانه سگرت شاید برش بتم یا در شب یک دانه سگرت برش میتم، بخاطر از اینکه با زیاد اصرار میکنه، زیاد برش نمیتیم، از این چیزها دور به دور نگاهش میکنیم دیگه تا جایی که وسط توان ما میکشه. حتما غلام سخی جان برات میتم. درست است؟ درست است. دیگه بگو سلامت. دیگه امرکو سلامت. تشکر. بگو تو امرکو.
جور باشی گفتم میای با ما سگرت خورا گفتم میت مت نی سایس آرام ما گفتم نی کای گفتم نی 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 راست گفتم آ میتم برای درست است درست بسرد شما دیگه انشالله که وطندارا شما هم بینلی برنامه ما میشه باشین. تشکر ازی که در این کوتک کلفی باز هم ویو میکنه برنامه ما، برنامه ما رو میبینین، گرچه ویو چندان خوب نیست ولی ما هم وظیفه خود فرض خود بجا میکنیم، اما دقت خود ما غلام سیقی بعضی قسم کمره رو میمونیم در دل خود با شما میکنیم. درست است شما دوست عزیز؟ خب غلام سیقی بیا با وطندارای ما خدافیزی بکنیم. آه بیا گفتم خدافیزی کنیم. خدافیزی خدافزتان بگو دوستای بگو همیشه دوستتان دارم. همیشه دوستتان دارم، همیشه احترام میکنم براتان. هرچی که بخواین دوایش یا مثلا دکتریش یا مثلا اعصاب خرابیش به دست الله است. ما گفتن نمیتونیم که تو یا بکو یا تو نکو، کلانای ما هستن. یگان چیز کار یاد میگیرم از به خاطر خداوند جل جلاله است. سرت پایین بگی آفرین. خب است ما کده آه نیست میکنم. اینمی خدا خیر بده، خدا خیرتان بده. گفتم ما یک فقیر هستم، بیچاره هستم، اینمی جا گپ میزنم. یک احترام، یکی دیگره یکی بشناسه، بس خلاص. خداوند خیر بده، خداوند خیرتان بده. ما امیدوارم از گپای خلام سخی جان برداشت های خیلی خوب کرده باشی. گپاش خیلی گپای عالی داشت. تشکر غلام سخی جان. تشکر. Love you همیشه. I love you همیشه. آفرین. من اگه ماچک دیگه. از کجایی؟ هیچ ملام. از کجایی موج بگیریم؟ این از روی. سر از کجایی میگیری؟ گفتم از امروی شیطان یک. بگی. خدا خیر بده. وطن دارا دوستان دارم. تشکر ازی که همیشه با ما هستید. لطفاً از حمایتتان، از کمکایتان، از هیچ چیز دی شرایط دریغ نکنین. این روزگار گذشته نیست. خدا نگهدار.